شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ سلام، متشکرم، بفرمایید. صدا خوب هستش؟ صدا خوبه، بفرمایید. بله آقای دکتر، من میخواستم در مورد مشکلی که برای درس خوندن دارم باهاتون صحبت کنم. حالا نمیدونم، بعد حتما یه حالا یه شما چند سالتونه؟ من 30 سالمه. بعد مستر رو یعنی سال دوم مستر هستم و نزدیک یک سال و نیمه که به اروپا مهاجرت کردم، یعنی هم تحصیلی مهاجرت کردم برای همین مستر. و اینکه رشتم هم رشته سلولی مولکولی هستش، ولی من از دوره‌ای که از دبیرستان یعنی فارغ التحصیل شدم رفتم دانشگاه، اصلا دیگه نتونستم اونجوری که حالا تو دبیرستان درس میخوندم یا اونجوری که تمرکز داشتم یا اصلا رغبت داشتم دیگه درس بخونم دیگه از هم. نه ببینید، آخه اینا با هم متفاوتن. ببینید، دوره دبستان و دبیرستان اصلا فرد یک کس دیگری است و محیطش هم محیطی است مخصوص. وقتی وارد دانشگاه میشه، مخصوصا با توجه به که کدوم دانشگاه در چه حدی، همه چیز عوض میشه. نه خود فرد اون آدمه به دلایل بسیار، بلکه محیط دانشگاهی و رابطه میان دانشجویان یا دانش آموزان با هم یا با استاد یا برخی از اوقات بزرگی یا نوعی که دانشگاه هستند. خیلی از اوقات من و شما میتونیم در حوض خانه خودمون ماهی باشیم، ولی اگر تو اقیانوس افتادیم اون موقع دیگه هیچ نیستیم. این که یه مقدار از این تغییرات عادیه. دوم برمیگرده به این که خب ما تحت چه شرایطی اصلا درس میخونیم یا درس خوندن برامون یا رشتمون چی بوده. وارد دانشگاه که میشیم کمی تخصصی تر میشه، بعض اوقات هم یه تغییرات روانی پیدا میشه یا یه نتیجه گیریایی میکنیم که این همه ضرورت نداره درس بخونیم. اینه که دو تا مسئله است. نخواستن یه مسئله است، نتوانستن یه مسئله دیگری است. من از فحوای حرفای شما هر دو تا رو حس کردم. یه ذره باید دقیق‌تر به من بگید که حالا اون گذشته ای بسا برگردید به 10-12 سال قبل، خیلی یادتون نیست الان مشکل شما چیه، یا قبل از اینکه بیاید در سالهای آخر دانشکده دوره فوق لیسانستون، اگر اونجا هم فوق لیسانس گرفتید چی بوده؟ راستش آقای دکتر، من این که شما گفتین نخواستن یا نتوانستن، یه جوری که من ببینید، خب میخوام که درس بخونم، خب شرایط کاری و زندگیم رو بهتر کنم، ولی این دلیل نمیشه که از درس خوندن خوشم بیاد و وقتی درس میخونم احساس خوبی داشته باشم. یعنی خیلی نه، صبر کنید همینجا، صبر کنید. نه ببینید عزیز، میذارم من ازتون خواستم دقیق تر حرف بزنید. ممکنه من بگید کی نمیخواد درس بخونه برای که اوضاع و زندگی آیندهش بهتر بشه، که شما میگید من اینجوریم؟ شما تا حالا آدمی دیدی؟ نه صبر کنید، نرمال اینجوریه دیگه، منم همینجوریه. همه هستم. خب تغییر بدم زندگیمو، یعنی برنامه دیگه ای ندارم که حالا وارد بازار کاری بشم که حالا بدون درس خوندن میشه انجام داد یا از این قبیل. دوست دارم که تو رشته تحصیلیم کار کنم. مهم نیست دوست داشتن تو عزیزم. منم دوست دارم. نه میز که با شما نمیشه بحث کرد. نه من از شما خواستم دقیق تر حرف بزنید. ممکنه من بگید کی دوست نداره پیش بره، کی نمیخواد اگه میره دانشگاه نمراش خوب باشه؟ خب همه میخواد. دوست داشتن که ملاک کار نیست. مهم اینه که من این دوست داشتنم چند اندازه در من انگیزه‌ای به وجود میاره و هدفی که کارهای خوب دیگر بذارم کنار، تلویزیون تماشا نکنم، مهمونی نرم، با دوستام حرف نزنم، نخوابم. مهم هزینه ایست که حاضرم براش بدم.
ولی همه آدم های دنیا دوست دارن کتاب بخونن، دوست دارن ورزش کنن. من از شما خواستم چون در توصیف خودتون رو میکنید، من که شما رو نمیشناسم، میخوام یه ذره دقیق تر صحبت کنید. برای به شما حرفتون هست که دوست درس خونن دوست ندارم، خبر بد براتون دارم، 95% آدم ها دوست ندارم. کیا اگر آزادش بذارن بگن تو میتونی به درس بخونی ولی نه مدرک بهت میدیم، نه پول بهت میدیم، نه کسی تو رو به نوعی بیشتر و بهتر از گذشته میدونه، تعداد کمی هستن دارن رشته ای رو بخون. حالا آدم ها مطالعات آزاد یا کتاب خوندن به دلایلی دوست دارن، کسی نمیره عزیز. شما اگر فردا آمدید اعلان کردید که دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا همین حقوقشون یکیه و هیچ امتیازی هم ندارن، در جامعه مثلا ما برش ارزشی قائل نیستیم، کسی هم نمیتونه به داشتن مدرک لیسانسش یا فوق لیسانسش یا دکتراش افتخار کنه، خب 99% مردم میرن که مثل خیلی چیزهای دیگه که پاداش نداره آدم ها دنبالش نیستن. بنابراین یه کمی درباره خودتون بگید که اولا شما به کشوری که آمدید زبانش رو خوب میدانستید یا نه؟ راستش بذارین پس من یه چیزایی رو راجع به خودم بگم که شاید بیشتر مثلا بتونم خودم توضیح بدم. من اول بگم که بچه اولی خانواده هستم که دوتا فرزند داره، برادرم 3 سال از من کوچیک‌تره. بعد اینکه من میگم تو دوره دبستان دبیرستان همیشه شاگرد اول بودم ولی و خیلی درس خوندن رو دوست داشتم و اصلا آدمی نبودم که حالا بشینم وقت زیاد بذارم واسه کتاب، همونجا سر کلاس یاد میگرفتم. ولی وقتی دانشگاه رفتم با قبول شدنم حالا توی دانشگاه آزاد، پدرم گفتش که پولو تقبل نمیکنه چون انتظار همه داشتن از من. خب بذارید من همینجا نگهتون دارم، بذارید همینجا نگهتون. شما اگر اینقدر دانشجوی خوبی بودید که درس خوندن رو دوست داشتید و نمره توتید، چرا سر از دانشگاه آزاد داره بودید؟ خب اینم بهتون بگم، میگم من اصلا وقتی واسه درس خوندن نمیذاشتم، یعنی چیزی پس شما هیچ وقت در... شما پس هیچ وقت درس خون نبودید؟ شما دختر باهوشی بودید که سر کلاس درسم همیشه خوب شاگرد اول کلاس بودم، یعنی معدلم همیشه بالا بود، شب امتحان میخوندم ولی تو سر کلاس 8 یاد میگرفتم، همون همیشه تو ذهنم یعنی حک میشد، چیزی نبود که بخوام. به خاطر همین بیشتر با درسای حفظ کردنی مشکل داشتم، مثلا درسای فهمیدنی رو خیلی راحت میتونستم انجام بدم. به خاطر همین موضوع هم توی کنکور مثلا درسایی که حفظ کردنی بود و خیلی یعنی پایین زدم، حتی زبان رو. چرا؟ به خاطر اینکه پدر مادر من عقیده داشتن که اصلا نباید کلاس اضافه حالا بفرستن یا حتی یه کتاب برای کتاب تست کنکور برای بچه تهیه کنن، یا اصلا به این چیز اعتقاد نشن، میگفتن همین مدرسه معمولی رو باید بری و درس بخونی دیگه مثل بقیه. حالا درسته بعضیا خیلی استعداد خوبی دارن، شاید شما رفتید اونجا ممکنه به من بگید پدر و مادر نادان شما حرفشون این بود در یه جای مانند ایران که کنکوره و جز اینکه شما درسی بیشتر بخونید یا امتیازات برتری داشته باشید نمیتونید وارد دانشگاه بشید، و حرفشون هم بسیار درسته، از 100 نفری که فارغ التحصیل میشدن 10 نفر میتونن برن دانشگاه، بعد میگن تو هم مثل بقیه باش. خب من میشم مثل اون 90% که دانشگاه نمیره یا مثلا میره دانشگاه آزاد. آخه این چه حرفی بود که پدر مادر میذارن؟ صبر کنید عزیزم، آخه همچی چیزی که دختر هر کسی پدر مادر شما تو هر مهمونی هم چه حرفی میذارن، هر 10 تا پدر مادر دیگه به ایشون حمله میکردن که این مزخرف چیه میگی. خب آخه پدر مادر من طوری هم که مثلا منطقی نیست، یعنی مامان من که هیچ نقشی توی خیلی خب پس بنابراین چرا شما ایشون رو میارید وارد صحنه میکنید؟ شما دختری باهوش منطقی دور و برتون داره این اتفاق میفته، مهمترین حرفی که کلاس 11 و 12 زده میشه راجع به کنکوره، شما همه اونا رو نادیده بگیرید. مادر نادانتون یا پدر نادانتون که حرفی میزنه میشه ممنوع کار شما؟ اگه من بگید بعد امکانات در اختیار من نمیگذاشتن که کتاب بخرم، حل المسائل بخرم، برم کلاس های اضافه، کلاس های کنکور، درستین خب اون موقع شما توفیقی به دست نمی آوردید، ولی این نشون دهنده اینه که شما هم اگر به حساب خودتون درس خوندن دوست داشتید، پدر مادرتون دوست نداشتن. پدر مادر من هیچ کدومشون تحصیلات نداشتن و همش از من میخواستن که باید پزشک بشم و اینو از بچگی تو مغز من خونده بودن، ولی تا بهشون مربوط میشد که پولی قرار بدن یا اونا مسئولیتی داشته باشن، سریع مثلا میگفتن بحثو برمیگردن که چرا فلانی که تو روستا بوده شده رتبه اول کنکور بدون هیچ امکاناتی، تو چرا نمیتونی بشی؟
یعنی این دلیلشون، حالا نمیگفتن من حالا من استعداد نمیستم اون پدر آدم رو مادر شما هستم. متخصص رشته های کنکورن و همه رو چک میکنن و بعدم سرنوشت آدم ها رو میدونن که او از روستا آمده و شده یا نشده. دیگه تو بعدم تلویزیون ایران چیزی که نشون میدن اینه که آدمایی که با فقر و بدبختی و نداری به رتبه های بالا رسیدن و قانع بودن همیشه تو زندگی، و آدمایی که میخوان و مثلا یه ذره سطح زندگی درست دارن همیشه بدبختن تو، یعنی همیشه یا معتاد میشن یا، یعنی اینا رو این ممکنه فیلم ها من سریال ها. بفرمایید تو اخبار که نمیگن عزیز، حرف شما این است که تو فیلم ها نشون میدن یا تو سریال ها. درست. من یه کمی اونا رو میبینم، اینقدر دیگه تند نمیرن که بگن هر کسی که فقیره دانشمند میشه، آدم های ثروتمند به هیچ جا نمیرسن. بیاد از بحث مادر بزرگوارتون، پدرتون، بقیه در بیاییم، برای که من و شما داریم گفتگو میکنیم. سوال منو جواب بدید، شما به اروپا که آمدید وارد کشوری شدید که زبانشون رو خوب میشناختید، تا میدانستید یا نه؟ من دارم به انگلیسی درس میخونم، درست این زبان کشور متفاوته ولی دانشگاه من دانشگاه بین المللیه و زبانشون انگلیسیه. خب زبان انگلیسی شما چقدر خوب بوده برای این کار و چقدر الان سر کلاس ها راحتید؟ مشکل اصلی این بود که میگم من به خاطر امکاناتی که نداشتم مثلا زبان انگلیسی رو فقط مثلا کتابی اگه گیر می آوردم، یا چون شاگرد خوب بودم معلم ها مثلا به هم همیشه جایزه کتاب می دادن، مثلا کتابایی که من ازشون می خواستم، حتی کتاب تست کنکور بهم بدن، یا کتابایی که می دیدم بقیه می خونن بقیه وقت دارن و من نداشتم، یعنی به خاطر این موضوع اونا به من کمک می کردن. یا از بچه ها بنابراین بگم شما خیلی زبانتون هم اونقدر خوب نبوده و نه نیست، نه درسته؟ کارو بسیار خوب، شما آمدید به یک کشوری که زبان و فرهنگ متفاوتی داره و اصلا محیط آموزشش هم متفاوته، طبیعی است که خیلی مسائل و مشکلات داشته باشید. حالا با توجه به الانتون، اگر میخواید راجع به یه سال نیم صحبت کنید، مشکلی که برای خوندن درس دارید چیه؟ ببینین یه ذره باید بازش کنم، میدونم شاید حوصله سربر باشه، ولی اینکه من مجبورم که من هیچ پشتوانه مالی نداشتم، چه میگم از وقتی دانشگاهم شروع شد چه تا همین امروز، یعنی از روز اولی که من وارد دانشگاه آزاد شدم مجبور بودم که خودم کار کنم و پول دانشگاه درم، و چون میگم درسم تو دبیرستان خوب بود معلم خصوصی شدم دیگه، حالا صندوقدار رستوران شدم، توی مدرسه کار میکردم به بچه ها درس میدم، تو مهد کودک کار میکردم، همین کارا رو کردم که بتونم یه پول، یعنی سر ترم بتونم پول دانشگاه بدم، و این باعث میشد که اصلا دانشگاه نرم، یعنی اصلا نمیرفتم دانشگاه و فقط جزور میگرفتم، حالا دم ترم میخونه و فقط نمره قبولی بود. اما بعد از اینکه یک سال مونده بود دانشگاه لیسانسم تموم بشه، گفتم خب من که هر کاری کردم برم تو فیلد کاری خودم، یعنی آزمایشگاه و هر جایی که میتونم، و حالا برم فرم پر کنم، درخواست بدم، شاید منو حالا گرفتن به عنوان پرسنلشون، و این کارو کردم و همه جا، و کلا یادم میاد که نزدیک 6 ماه من از صبح تا شب میرفتم تمام آزمایشگاه تهران و تمام داروخونه ها، تمام چیزهایی که فیلدهایی که مربوط بود به کارم رو میرفتم و فرم پر میکردم، باشون صحبت میکردم، از کاری که حالا خونده بودم راجبش صحبت میکردم، تا اینکه بالاخره یک سال قبل از اینکه درسم تموم شه من یه آزمایشگاه شروع به کار کردم که در فیلد تخصصی خودم، با اینکه کسایی که بودن که حتی مثلا معدلشون بالا بود ولی دنبال کار میگشتن، ولی منو حالا گرفتن به خاطر اینکه هر کاری میگفتن میکردم، و اینکه مثلا از کارهای کوچیک آزمایشگاهی شروع کردم و چون کنجکاو و اینا بودم سری کارا رو یاد گرفتم. بعد دوباره دیگه لیسانسم که تموم شد، میگم مثلا سری کلاس نمیرفتم، فقط تو آزمایشگاه بودم، کارهای آزمایشگاهی رو سری یاد میگرفتم، ولی کاری که من به درس خوندم بود اصلا حوصله درس خوندن انگار نداشتم، انگار یه کاری میدونستم که فقط باید تموم شه بره، فقط باید یه مدرکی بگیرم، بخاطر همین اصلا نمره های خوبی نداشتم. بعد گرفتن یعنی مدرکم، چون حالا کارم خوب بود و به خاطر یه سری دلایل شخصی و اینا، رفتم به یه شهرستان برای یه آزمایشگاهی که میخواست ستاپ کنه اون حالا رشته اون فیلد و توت آزمایشگاهش، منو فرستادن اونجا و من اونجا موندم 4 سالم اونجا کار کردم، یعنی توی این مدت از درس خوندن خبری نبود. من داشتم ادامه میدم، ولی اگر شما سوال دارید. بالاخره شما رفتید یه جایی، رفتید یه شهرستان و اونجا تو رشته خودتون 4 سال کار گرفتید، خب؟ بله. و اونجا چون اونجا هم احساس میکردم هیچ پیشرفتی برام نیست، اصلا دلم نمیخواست فوق لیسانس رو تو ایران بخونم،
دیگه با اصرار مثلا اطرافیان رو دیدم، حالا که من دیگه یه حالتی به حالت مستقل شده بودم، 4 سال تنها زندگی میکردم و اینا، گفتم که یعنی همین جوری دقیقا یه تصمیم بگیرم که برم خارج از کشور یه درسی بخونم، که 1.5 سال شروع کردم زبان خوندن و دنبال جایی میگشتم که حالا منو با این شرایط قبول کنن، که بالاخره یه کشور اروپایی پیدا کردم که با اون سطح زبانی که من داشتم، یعنی اون بالاخره 1.5 سال خوندم و توی مدرکی رو گرفتم که حداقل بود و حداقل آوردم و کارش رو انجام دادم و اومدم حالا اینجا و 1.5 سال اینجا هستم و تمام پولایی که جمع کردم تو اون مدت کاریمو برای این کار سرمایه گذاری کردم، ولی خب اینجا چون فاند به میدن فقط برای یه سری مسائل زندگی، خب باز نیاز به کار هست و باز نیاز به کمک هزینه مالی هست، که من شروع کردم به بیبی سیتری 2 ماه بعد از اینکه اومدم. یه خانواده که اینجا آمریکایی بودن تونستم با زبان انگلیسی کار پیدا کنم، حالا بیبی سیترشون باشم، که باز اونجا که بودم زبانم هی بهتر شد، ولی باز کار کردن تمام جون منو میگرفت که نتونم درس بخونم. با همه این حالت تونستم اون مقدار واحدی رو که تعیین کردم تا بورسم رو حفظ کنم و فقط پاس کنم. حالا کرونا هم خیلی کمک کرد، جز شو بخوایم بخواد بدین که به هر حال دیگه لازم نبود سر کلاس بری، آنلاین بود، میتونستی کلیپ ها رو ضبط شده رو گوش بدی و خیلی این کمک کرد به این پروسه که من بتونم پاس کنم. و تا الان یعنی تا همین ماه پیش داشتم برای این خونه به صورت فول تایم کار میکردم، یعنی با اینکه 20 ساعت در هفته بیشتر اجازه کار نداریم، بقیهش رو سیاه بهم میدادم، ولی قراردادم داشتم حالا طبق اون 20 ساعت رو بهم پرداخت میکردن به صورت بانکی و بقیهش به صورت سیاه. ولی رفتن سر کار اولا که تمام جون و انرژیمو میگرفت، بعدم اینکه سر اون کار رفتن و با زبون یه آدم نیتیو صحبت کردن در مقابل من که هیچی نمیفهمیدم و اونجا کارهای چی به من میدادن، در صورتی که من قبلا حالا مثلا تو ایران یه کاری داشتم که حق امضا داشتم، بالاخره برای خودم هویتی ساخته بودم، اومدن اینجا و همه این مسائل باعث شد که من استرس و استرابم هم خیلی بیشتر بشه و حتی مثلا اون اوایل حالت پنیک هم 2-3 بار بهم دست و تمام اینا تمرکز منو میکش برای درس خوندن و اصلا میلم هم همین جوری کم و کمتر میگرد. یعنی حالا یه مسئله هست که میگن وقتی پول به دهن آدم مزده میکنه میره سر کار، دیگه از درس خوندن یه ذره مالا دور میمونه. اینا همه باعث شد که میل من کمتر شد، با اینکه میدونم اگر این کاری نیست که من بخوام، چون اصلا به تأخیرش نمیارزه، اصلا به اون همه استرس و استرابی که بهم وارد میشه، یعنی واقعا بعضی وقتا فکر میکنم یه بردم، یعنی این چیزایی که راجع به بردای سیاه‌پوست و حالا خانواده اشرافی تو کتابا میخوندم الان واقعا داره جلو چشم میاد. حالا نمیگم خانواده بدی هم، ولی من یه خدمتکارم اونجا دیگه در واقع، حالا هر چقدرم که سواد داشته باشم یا هر چقدرم درس خونده باشم تو کشور خودم. آقای دکتر من دارم میشنومتون، ولی من نمیدونم آخه داستان عزیز من، شما آمدید روی چیزی توجه و تمرکز کردید که درس، ولی خودتون قبول دارید که در دوران دبیرستان یا دانشگاه اونگونه درسی نخوندید. حالا به هر دلیل، به دلایلش که فرقی نمی کنه، ما بحث علی که نداریم یا علت رو، واقعیت بعدم بی حساب پشتید آمدید کشور اروپایی که زبانشون انگلیسی نیست، ولی تو محیط دانشگاهی انگلیسیه، بعدم خوشبختانه کاری پیدا کردید چون نیاز داشتید توی خانواده امریکایی که به زبان انگلیسی کار میکنه. ولی شما آمدید گفتید من یه دختر 30 ساله ایرونیم که لیسانس رو گرفتم، میخوام فوق لیسانس رو بگیرم، اما تصمیم دارم یه کار عادی بکنم که مردمان بی سواد هم در اون کشور میکنن، و بعدم به خاطر فشاری که روی من هست و نوع زندگی که دارم، که به یک اعتبار زندگی ندارم، یه زندگی هم که دارم حالت برده و بنده رو داره، که توی خونه ای دارم کار میکنم مثل 300-400 سال قبل، کاری که برخی از افراد تو خانه ثروتمندان میکردم، خب من که همش بی حساب و بی کتاب بوده. یعنی شما قرار نبوده فکر کنید موضوع زندگی شما با درس باشه، برای که این راهی نبوده که بخواید برید، یا حداقل باید به همون بسنده میکردید، یه لیسانسی در ایران میگیرم، بعدم تو همون محیط آزمایشگاهی، حالا
توی هر شهری یا تهران یا هر جایی به تدریج میگشتم و در پول کمتر کار پیدا میکردم و دقیقا تو رشته و کار خودم بودم و اگر دلم میخواست پیشرفت کنم یه مقدار مطالعه میکردم، خودم را نشون میدادم. این ور که راه که بعد شما 30 سالتونه، یه موضوع مهم تو زندگی دختر خانم 30 ساله ازدواجش. حالا وقتی که آمدید در یک کشوری به هر حال این دایره خیلی خیلی محدودتر و بسته تر شد و در حالا نتیجه من وقتی هم که نگاه میکنید به مشرف. سب میرسم سب میرسیم نگاه میکنید به آینده، این آینده هم فعلا برای یه مدتی همین گونه خواهد بود. بنابراین شما خودتون رو آوردید مثلا وسط یه بیابونی رها کردید که حالا تنها کاری که میتونید بکنید این است که زنده بمونید و نمیرید، ولی اینکه از زندگی خبری باشه خبری نیست. خب میدم نتیجه ایست که خیلی راحت میشه گرفت. چرا میخواید تو اروپا باشید؟ چرا نمیرید؟ شما که انگلیسیتون هم حالا خیلی بهتر شده، پاشید برید تو کشور خودتون، اونجا لیسانستون هم که دارید اونجا کار بکنید. خب اینجا خیلی من اصلا آدم نبودم که تو زندگیم فقط یک بود باشه. من ازدواجم کردم تو ایران، همون 4 سالی که تو رشت بودم و منجر به جدایی شد. من از وقتی وارد دانشگاه شدم وارد یه رابطه شدم با یه پسری که 1 سال ازم کوچیک‌تر بود. بعد حالا به اصرار منم که به قول معروف چشم و گوش بسته بودم کاملا و وارد یه جامعه شده بودم که حالا دانشگاه و احساس کردم که خیلی تنها و اصلا شبیه دیگر نیستم، حالا وارد یه رابطه شدم با یه آقا پسری که اونم تقریبا چشم و گوش بسته بود. بعد 4 سال آشنایی و دوستی که درسامون لیسانسمون رو گرفتیم و تموم شد، دیگه به زور من و اصرار من ایشون اومدن جلو و ازدواج کردیم. ولی این ازدواج بیشتر 2 سال عقد دووم نیاورد، یعنی فقط 2 سال عقد بودیم و هیچ گونه رابطه جنسی هم با هم نداشتیم. به خاطر همین من تونستم اسم ایشون رو حتی مثلا شناسنامه هم خارج کنم. بعد توی رواله اومدنم به اینجا هم با یه پسری آشنا شدم، همین سوال میکردم راجع به اومدن و رفتن توی حالا مؤسسات گروه های ایشون اینجا زندگی میکردن که من از وقتی که اومدم دارم با ایشون زندگی میکنم و باز هم هیچ رابطه جنسی یعنی کاملی بینمون نیست. شما یعنی آمدید 1 سال و نیم آمدید اروپا، رفتید با یه آقای ایرانی تو اروپا توی خونه زندگی میکنید، رابطه جنسی کامل رابطه جنسی نداشتید؟ نه رابطه جنسی نداشتیم، چون من از قبل بهشون گفته بودم مشکلاتم، که اصلا یکی از مشکلاتم اینه که نمیتونم رابطه جنسی برقرار کنم. حالا به خاطر چرا؟ مشکلاتی که تو دوران کودک، به خاطر اینکه از وقتی که من میگم مامانم مشکل داره، مشکل اسکیزوفرنی پارانویا داره و از وقتی که من 6-7 سالم شد و خودم شناختم باید خودم رو از بابام میپوشوندم، از دادشم میپوشوندم و نمیتونستم اونا رو در آغوش بگیرم، باشون بازی کنم یا هر چیزی، به خاطر اینکه مامانم شک داشت و همش میگفت این بابا پدر تو نیست، اینا نقاب زدن دارن میان و میخوان حالا به تو تجاوز کنن، بزرگترین سرمایه تو همین باکرگیته، اینو از دست دیگه هیچ ارزشی نداری. من اینا رو 6-7 سالگی میفهم و هر وقت میرفتم مثلا منو میبردن همون، مثلا مامانم منو چک میکرد که آیا باکرگیم سالمه یا نه. اینا باعث شد که من احساس میکنم خب این اسمش تجاوز فکری، حتی اگر تجاوزی تو دوران بچگی برام اتفاق نیفتاده باشه، ولی کاملا تصور وقتی اون حرف میزد که مثلا برادرت بد نظر داره، پدرت نظر داره، داییت نظر داره، قشنگ من اینا رو فکر میکردم و این تجاوز بالاخره صورت گرفته بود روی من و به خاطر همین از این موضوع خیلی میترسم. حالا معاشقه داشتم هم با همسرم، همسر سابقم، هم با این آقا، ولی نه رابطه کامل جنسی اصلا نمیتونم. حتی برای ماینه پزشکانی که رفته بودم که اسم اون آقا رو شناسم خط بزنم، آقای خانم دکتر که بهم نزدیک شد، من اصلا با لگد یعنی به طور غیر ارادی به صورت ایشون زدم که اصلا، یعنی اصلا خودشونم تعجب کردم که من نمیتونم واقعا این رابطه رو داشته باشم، یعنی اون ذهنی که نسبت به این رابطه دارم. اینا مشکلات من هست، یعنی مشکلات من راستش رو بخواهیم باید داری یکی دوتا نیست، ولی از طرف من باید به قول معروف زنده بمونم و باید همه چیزم داشته باشم، چون همیشه از خودم توقع داشتم که همه چی رو، با اینکه هیچی نداشتی، هیچ امکانات نداشتی، ولی باید یه چیزی بشی، باید به یه جایی برسی.
و همیشه با چنگ و دندون سعی کردم یه زندگی نرمال واسه خودم جور کنم، ولی خب هیچ موقع نرمال نرمال نشد. غیر از این مادر شرایط شما من که اسکیزوفرنی بودن، دیگه کی تو خانواده مادری بیمار بود؟ مامانشون، مامان بزرگی هم که با ما زندگی میکرد، نگرانی فوق‌العاده شدید، وسواس فکری و اعتقادی خیلی شدید، و اینکه به خاطر افسرد بعد اینکه زایمان دومشون، چون 4 تا بچه به دنیا آوردن، زایمان دومشون کردن، مدت 1 سال فکر کنم توی بیمارستان روانی به خاطر افسردگی شدید بستری بودن. پدر من که خشم و عصبانیت فوق‌العاده شدید، یعنی من یادم میاد بچه بودم به خاطر اینکه یه لیوان آب زمین ریختم، سرم رو به زمین و فرش نزدیک کردن و میگفتن بلی این آبی که ریختی رو، یعنی در این حد مثلا من 3-4 سالم، یا اگه سلام نمیکردم جلو در بهشون مثلا در حد 4-5 ساله که محکم منو با یعنی جوری سیلی میزدن که برخورد میکردم به دیوار. یعنی همه این چیزا بوده تو خانواده ما، نمیتونم بگم اصلا یعنی خانواده سالمی نداشتم، چه مادری چه پدری. مادرم هم علاوه بر اینکه اسکیزوفرنی هستن، ناشنوا هم هست. همه اینا باعث شد که من نتونم. ناشنوایی کامل دارن؟ از 5 سالگی ناشنوا شدن به خاطر اینکه عصبشون مشکل پیدا شد، برای عصب گوششون فقط میتونن صحبت کنن، که کاش نمیتونستن صحبت کنن، ولی در حد مثلا یه بچه 5 سال خیلی از کلمات اشتباه ممکنه بگن. لبخونیشون فوق العاده است و احساس میکنم خیلی باهوش بودن، چون مدرسه عادی تونستن دیپلم انسانیشون رو بگیرن، ولی نه خب شما یه مشکل معلومه بدن که دارن. بهره هوشیتون بالاست ولی باهوش بودنتون مشخصه، ولی خب زندگی خیلی غیر عادی عجیب و غریب داشته. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ راستش من تماس گرفته بودم هم راجع به این ادامه تحصیلم، که چون باید این راهی که اومدم تموم شه، یعنی باید تموم شه. خب ولی بنابراین شما نصب کنید. خب الان به هر حال یه آب و نان و آشیانه ای هست، به نظر میرسه که اونا به هر حال برخوردشون با تو عادی، کار زیاد هست یا مسئولیت بسیار هست، ولی نه اونقدر که آزار دهنده باشه. بعدم تو درس تو اگر آهسته آهسته هم بخونی، حالا با توجه به اینکه هم زبانت بهتر میشه، هم شاید یه فوق لیسانسی تو این کشور بگیری، زمینه رو فراهم میکنه که اگه برگشت ایران، که امیدوارم چنین باشه، بتونی بری کار بهتری بگیری و بعدم دکتر متخصص روانشناس خانومی رو پیدا کنی، یا روانشناس من یا روانپزشکی. 4 سال روانکاو دارم باشون صحبت میکنم، یعنی اصلا موقعی که جدا خب نه، شدم من با میخوام همین آخه الان. فایده نه اگه قرار باشه نتونند برداشت ها و تصمیم گیری های کودکی تو رو در مورد رابطه جنسی عوض کنن، که کارشون رو درست انجام ندادن. یعنی این کار اینقدر طولانی نیست، سر هر اندازم شرطی باشه و در تو نشسته باشه میشه تغییرش داد. بنابراین بتونی بری یه زندگی عادی معمولی بکنی، یه کار عادی داشته باشی، ازدواجی بکنی، در اونجا بازی در نیاری، بتونی از هوشت استفاده کنی، زنده بمونی و کمی هم زندگی کنی. اگه دلت میخواد درس رو اینجا تموم کنی، خب تموم کن. به هر حال حالا که آمدی یه سال نموده، چقدر دیگه اگر بخونی همین گونه که داری میخونی میتونی فوق لیسانس تو اینجا بگیری؟ راستش من چون فول تایم کارم شروع شده اینجا و این آقایی هم که دارم باشون زندگی میکنم، من 2 سال قبل یعنی 1 سال بعد از جداییشون رو میشناختم، حالا دورا دور با هم میام راجع به مسائلمون صحبت میکردیم، که بعد دیگه ایشون مثلا به من کمک کرد که بتونم بیام اینجا و دیگه با ایشون زندگی کردم. خانواده ایشون هم کاملا در جریان هستن. حالا اونا مهم نیست، ولی حاشیه نرو، میگم به هر حال حرف من این است که فکر میکنی با همین وضعیتی که داری، که تو میدونی توصیفش نمیخواد بکنی، کی میتونی فوق لیسانس تو بگیری؟ با این وضعیت من این ترم، یعنی دو تا این ترمی که امسال رو از دست دادم کاملا، تا سمتانو شرکت کنم و سعی کردم کارم رو کم کنم، ولی میگم از طرفی هم مجبورم در واقع هزینه زندگی جفتمون رو بدم، چون ایشون هم تازه فارغ التحصیل شده و دنبال کار میگرده و نمیتونه، یعنی از خانوادهش هم حمایت خاصی نداره، کم هست ولی یعنی یه حمایت هایی داره ولی نداره. من مجبورم زندگی پول، یعنی این 1 سال و نیم هم داشتم هزینه زندگی 2 نفر رو میدادم به جای فقط خودم،
ولیکن الان دیگه بهشون گفتم، ایشون حالا یه کار پار وقتی اینا پیدا کردن که من دیگه میخوام از اون کار که بیبی‌سیتری بیام بیرون و فوکوسم بذارم روی درس خوندن. ولی آقای دکتر من هر کاری میکنم، یعنی الانم نزدیک 2 هفته است که 3 روز در هفته میرم سر کار، یعنی باشون صحبت کردم، ولی هر کاری میکنم که درس نخونم. یعنی پا میشم آشپزی میکنم، مثلا شروع میکنم بافتنی بافتن، خونه من تمیز متوجه کردن. شدم. خیلی خب، اگه نمیخوای بخونی و یا آمادگیش نداری رها کن. فقط پرسش اینه که میخوای بمونی همینجا یا میخوای برگردی ایران؟ اصلا نمیخوام برگردم ایران. من شرایط کاری خیلی سختی ایران داشتم، یعنی با خیلی خب، اینکه میگم حق بنابراین امضا نه، داشتم. صبر کن، نه رهاشی عزیزم، نه بله نمیخوای بر... خیلی خب، این تصمیم توه، انتخاب توه. نمیخوای بری ایران، همینجا بمون، تو همین خونه هم باش، بهانه کن درست هم ذره ذره آهسته آهسته بخون. با این آقام که من اول فکر کردم اومدی خونه این آدم، این آدم از تو مواظبت و مراقبت میکنه، بعد متوجه شدم یه سال میگه تو یه بچه ای رو برای خودت آوردی بزرگ کردی و ازش مواظبت و مراقبت میکنی، اینم از اون کارهای توی چرا باید تو در خدمت اون آقا باشی؟ علاوه همونطور که تو با سختی هم درس میخونی هم کار میکنی، اونم بره کار بکنه، حالا کار سفید یا سیاه، به هر حال کار بکنه، درآمدی داشته باشه که رو تحمیلی به تو نباشه. همین، این به خاطر اینکه کرونا هم شد یه کاری سیاهی حالا داشتن که از متوجه دست هستم، دادم. حالا که تو کرونا ظرف چند ماه آینده تموم میشه، من حرفم این است که شما داری به من میگی من نمیخوام برم ایران، شرایطی دارم که در خانه‌ات هست و خانواده هست گفتی، بنابراین موضوع ایران خیلی خوب نمیخواید بری. اگه میخوای اینجا بمونی یه چوری فقط زندگی کن، حالا کنارش درسم بود بود، اگر نه ذره یا درستو در حدی بخون که بتونی تو رشته خودت هم اونجا یه کاری بگیری و حداقل خاطر راسوده باشه که هم با رشتت سازگاره، هم یه امیدی برای پیشرفت و آینده است. ضمناً امیدوارم این دوست تو هم که من فکر کردم تو را تو آمدی او از تو مواظبت میکنه، حداقل دیگه از هم دیگه مواظبت کنی تو فشار و باری روی تو نباشه. ولی آقای اگر دکتر من یه الان سوالم آمادگی نداری دست درس رو نخون. چون در همین رابطه داشتم، این آقایی که من باشون هستم 1.5 سال میگم خانوادهشون در جریان، خانواده من هم تا یه حدودی در نره جریان اینقدر بود. حاشیه، خب چیه سوال رو بکن. همین تا چند ماه دیگه گفتن که میخوان مثلا رابطه همون رسمی کنن، خیلی خوب، خواستم ببینم این اوکیه، یعنی از نظر شما اگر فکر بکنی شما اونجا هستی تا همدیگر رو میشناسید، من مثلا ایشون رو نمیدونم. اگر تو داری با ایشون زندگی میکنی یا تنها کسانی هستید که در اون کشور با هم هستی، تو او حاضر نصف زندگی رو مسئولیتش رو قبول کنه، میخوای ازدواج کنی ازدواج کن. فقط تنها توصیه که میکنم که حتما 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 رعایت کنی دو چیزه. یکیش که از اصله بچه دار نشی، مبادا مبادا همه کارو بکن، همه گونه مواظب باش که صاحب فرزند نشی. دوم اگه میتونی از راه دورم شده با یه روانشناسی که نه اینکه 4 سال کار بکنی به اینجا رسیده باشی که الان رسیدی، یکی که شاید بهتر باشه تو رو به جایی برسونم، کمک بگیر. نمیخوای بری ایران، بعدم برای تو ازدواج و غیر ازدواج فرق نمیکنه، ولی اگر بچه دار نشی چه فرقی میکنه که تو اروپا تو با یه آدم زندگی میکنی یا زن و شوهرم شدی؟ آخر رابطه جنسی کامل نداریم و من گفتم شاید اگه ازدواج کنیم من بتونم شما این اول کارو انجام مشکل رو شما مشکلت رو با یه خانم روانشناس اول حل کن، چون این چیز بزرگ و مهمی نیست. بعدم اگر خواستی ازدواج کن، برو کمی شرایط و وضعیت تو رو میدونه، بنابراین میتونه صبر کنه تا حال تو بهتر بشه و در نتیجه به جایی برسید که هر راحت باشید. بنابراین همونجا شما بمون فعلا، کلا با اون قدغن میکنین بچه دار شدن رو تا آخر عمر؟ حتما فعلا فعلا، برای اینکه تو اگر اون سابقه اسکیزوفرنی تو خانواده بوده بچه میخوای بیاری برای چه چیز، برای چی در بسر؟ من اصولا به همه تو نه، من به همه دوستانی که اسکیزوفرنی دارن توصیه میکنم بچه دار نشن، شامل حال شما میشه. مهم هم نیست که مهم این نیست که چه خبری هست. بنابراین مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. باشه ممنونم، خیلی ممنون. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، درود بر شما جناب دکتر. درود بر شما، بفرمایید. خوب هستین؟ من خوب خوب عزیز، بفرمایید. جناب دکتر نمیدونم باید چجوری شروع کنم به صحبت و توضیح دادن. راجب چی هست عزیز؟ خیانتی که صورت گرفته توی زندگیم. اوکی، ولی به خب من بفرمایید که شما چند سالتونه؟ من 35 سالم.
آیا درباره همسر صحبت میکنید یا دوست دخترتون؟ نه دوست دخترم بودن ایشون، ایشون چند سالشونه؟ 30 سالشون. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ بله ایرانی هستن. از کجا شما تلفن میکنید؟ من از آلمان تماس میگیرم. چه مدتی است که هر دو آلمان هستید؟ من 5 سال تقریبا، ایشون تقریبا 2 سال. هر دو چی خوندید و چه میکنید؟ من حسابداری خوندم توی ایران، تو ایرانم حسابدار بودم، در حال حاضر اینجا عذر میخوام اینجا دارم ادامه تحصیل میدم به صورت، حالا اسم آلمانیش میگن اون شولونگ. ایشون چون 2 سال تازه اومدن توی پروسه زبان، یادگیری زبان هستن. شما هدفتون این بود که وقتی که آمدید بمونید یا برگردید به ایران؟ نه من به صورت پناهندگی وارد آلمان شدم و قصدم هم اینه که بمونم. یعنی این دختر خانم چگونه آمدند و هدفشون چی بوده؟ ایشون به صورت ازدواج اومدن، با یه آقای ایرانی ازدواج کردن، از همشهریای خودشون بودن ظاهرا. بعد این آقا، چیزی که من متوجه شدم از طرف ایشون، اعتیاد داشتن، هروئین مصرف میکردن و خب نتونستن یا نخواستن ادامه بدن این آقا. نه صبر کنین، این آقایی که شوهر سابقه ایشون بودن تو آلمان زندگی میکردن؟ توی آلمان زندگی میکردن و ایشون نه. ایران بودن، از طریق ازدواج به صورت غیابی ازدواج کردن، اومدن آلمان. نمیدونم چند وقت با ایشون بودن، فکر کنم 3 ماه اگه اشتباه نکنم. بعد اینکه متوجه میشن که ایشون اعتیاد به هروئین دارن، جدا میشن، یعنی جدا زندگی میکنن. آیا در حدی که شما میدونید وقتی که تصمیم به ازدواج گرفتن مثلا همدیگر رو دیده بودن، آشنایی ها بود، یا اینکه این دختر خانم فقط به خاطر اینکه بیاد آلمان این کار کرده بود؟ چیزی که به من گفتن این بود که توی ایران فکر میکنم دیده بودن همدیگر رو، ولی خب فکر میکنم این آقا هم یه زولش 5 الی 6 سال هستن، آلمان هستن ایشون هم. ولی خب شناخت و آشنایی به اون صورت نبوده ظاهرا. حالا شاید قصدشون فقط این بوده که بتونن از طریق ایشون بتونن خودشون برسونن آلمان. حالا اگر کیس اوکی. کیس مناسبی چه برای مدت زندگی بود قبل؟ زندگی کنن. اوکی، اینگونه که شما گفتید ایشون 2 سال اونجا بودن، بعد از 2 3 4 ماه جدا شدن. شما چه مدتی است که با این دختر خانم آشنا شدید؟ هلوش 1 سال و نیم. خب در حقیقت هنوز ایشون تو اون کشاکش رابطه قبلی بودن که شما با هم آشنا شدید، درسته؟ فکر میکنم تا حدودی، شاید در حال حتی اگه بخواد فراموشم کنه موضوع رو، مسئله رو، فکر میکنم یه مدت زمان ببره تا بخواد این مسئله رو فراموش کنه. من کاری با اون اونقدر ندارم، من بحثم این است که آیا کاملا اون رابطه تمام شده بود، طلاق بله رابطه تمام شده بود، نهایی قطعی شده بود؟ به صورت رسمی تموم نشده بود، ولی ایشون نمیخواستن دیگه با اون آقا زندگی کنه. اوکی، از نظر مالی شما چه جوری زندگی میکنید؟ هزینه هاتون چگونه پرداخت میشه؟ من به صورت هزینه های خدمات عمومی دریافت میکنم. ایشون پناهندگی که اومدم آن. این دختر خانم چی؟ ایشون هم بعد اینکه جدا شدن وارد پروسه پناهندگی کردن خودشونو و ایشون هم مشابه من هم. اوکی، به من بگید که تو این مدت 1 سال و نیم با هم زندگی کردید؟ بله، یه چیز شما... هلوش ما شهرامون جداست از هم، منتهی مطلب هیچ دورش 1 سال بیشتر اوقات با هم بودیم، تا اینکه یواش یواش من اینو متوجه شدم که این رابطه داره به صورت به سمت سردی میره به اصطلاح. و خب ملاقات هایی که داشتیم، حالا مثلا تو ماه اگر 20 روزش یا 25 روزش با هم بودیم، یهو خورد مثلا فقط آخر هفته می اومدن پیش من. و یواش یواش اینو متوجه شدم که به اصطلاح یک کاسه زیر نیم کاسه هست. نه خب چرا شما فکر کردید؟ صبر کنید. نه، آخه شما یه فرضی گرفتید که رابطه با گذشت زمان بهتر میشه، مثل که آدم بچه که بزرگتر میشه قدش بلندتر میشه. نه، چرا به این نتیجه نرسید؟ به کاسه و نیم کاسه ارتباط نداره، یه رابطه‌ای بوده که رابطه خوب و مناسبی نبوده، یکی یا هر دوی شما کم کم از هم فاصله گرفتید. درسته، اینو من انکار نمیکنم آقای دکتر، من تا این مطلب این شاید برگرده به دوران کودکی من، که کودکی خیلی سختی بوده، حالا این البته از نظر خودم، و شاید شخصیت مهرطلبی که دارم،
یه مطلب اینه، بعد شخصیت وابسته و اینا شاید دست به دست هم داد که من نخوام واقعیت رو اونجوری که هستش ببینم و متاسفانه این رابطه کش پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و خب سرانجامش هم سرانجام خوبی نبود. حالا خب مشکلی یعنی که من دارم اینه شما که نه نه بذار اول شما متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده یا چه خبر است در زندگی اون خانم؟ چیزی که من متوجه شدم این بود که با راجب یکی از همکلاسی‌هاش یک سری صحبت کرد با من که توی کلاس زبان، بعد اینو من متوجه شدم که توی روابط جنسیمون که روابط جنسی که داشتیم، خب اینو من متوجه می شدم به عنوان یک مرد که ایشون اون آدم سابق نیستن و بعد اینکه قطعی شده بود مسئله برای من، ولی خب هنوزم انکار میکنن، یعنی با اینکه این رابطه تمام شده همین الان هم اگه ازشون بپرسید انکار میکنن این مسئله رو، چون سیم کارت ایشون سیم کارتی بود که به اسم من بود، من این سیم کارت رو سوزوندم و از طریق اون سیم کارت متوجه شدم که حدی که زدم متاسفانه درست بوده یا شاید هم خوشبختانه. خب حالا مسئله این است که شما وقتی برچسب خیانت زده میشه یا یه زمینه در حال شرعی و حقوقی و قانونی و عرفی داره در چارچوب ازدواجه، یا واقعا یه رابطه است که بر اساس نوع رابطه و حرفایی که زده میشه و کارهایی که بین دو نفر اتفاق میفته به نظر رابطه متعهدی میاد، ولی بس. اگر شما در دو تا شهر متفاوت هستید، یه سالی هم هست که یا یه سال و نیم با هم آشنا شدید، ایشون 2 سال آمده بعد از چند ماه از همسرش جدا شده، بعدم شما همدیگر رو میدیدید، چرا شما فکر میکنید که یه تعهدی بین شما دوتا بود که شکستن اون اسمش خیانت باشه؟ حرف این است که دو نفر با هم دوست بودن، چون کم کم یکی نه متوجه نه. شد رابطه کار نمیکنه، رفت جان. دلیلش این بود که خب ما قول قرارامونو گذاشته بودیم قرار بود با هم ازدواج کنیم، ولی چه مدتی خب بعد از آشنایی قول و قرار رو گذاشته بودیم؟ یه چیزی قولش فکر میکنم 6 ماه. آخه شما فکر نمیکنید برای یه کسی که توی یه آلمان آمده در شرایطی که شما هستید، ایشونی که آمده با ازدواج بعد جدا شده، ظرف 6 ماه احساس این که ما اینقدر به هم میخوریم و به درد هم میخوریم خیلی واقع بینانه نیست؟ شاید یه علتش اینه که من آقای دکتر به علت مشکل افسردگی که داشتم حلوش 2 سال و نیم پیش پزشک ایرانی متخصص ایرانی گروه تراپی کردم و به این علت فکر میکنم که میتونم خیلی راحت به اصطلاح افراد آنالیز کنم، هم خودم رو خیلی راحت میتونم آنالیز کنم، هم به اصطلاح طرف مقابلم رو، و رفتارهای ایشون هم در ابتدا رفتارهایی نبودن که به اصطلاح من رو بخواد به این نتیجه برسونه که نه این فرد مناسبی نیست. منتهی مطلب عرض کردم خدمتتون، مشکلی که من الان دارم با این مسئله یکی این که این بیماری افسردگی من یه حالتیه که وقتی که تداوم پیدا میکنه رابطه عادی میشه. من اصلا ایشون خیانت کردن، خیانتشون هم خیلی سنگینه برای من، ولی اینی که بخوام صرفا بگم که من از جنس طلا بودم، نه، من خودم رو مقصر میدونم تو این موضوع 100%. این افسردگی که من داشتم توی رابطه ما تاثیر منفی خودش رو گذاشت. نه 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 صبر کنید چون این برداشت آدم افسرده است. شما مسئول و مقصر نیستید برای خیانت ایشون. یه رابطه ای بوده که شما دوتا باید متوجه می شدید، یا شما، که این رابطه اونقدر رابطه مناسبی نیست و داره به سمت سردی میره و احتمالا سردی با خودش همه احتمالات رو داره و خطر از بین رفتنش، و اینکه ویژگی روانی شما هم هست به اینجا باز مرتبط نیست، این مسئله دیگری عزیز. یعنی مثل اینکه من برم خونه دوستم قرصمو نبرده باشم بعد شب مشکل پیدا کنم بخاطر اینکه قرصی که باید میخوردم و نخوردم، به دوستی و رابطه و مهمونی و اینا که ارتباطش نباید داد. الانم
یا حرفی که شما زدید که من فکر میکنم یه شناختی از آدم ها دارم، خب شما عملا درگیر یه رابطه با یه کسی شدید که شناختی نداشتید. یعنی شما بذارید به من اینجوری بگید که یه جوونی است آمده از طریق پناهندگی 5 سال تو آلمان، یه خانم دیگه هست که از طریق ازدواج آمده با یه آدمی که نمیشناختن هم دیگه رو، و بعد آمده روبرو شده با یه فاجعه ای که شوهرش هروئینیه و جدا شده و هنوز جدا نشده، رفته تو رابطه با اون آقای قبلی که دوتایی غریبن، خالین، تنهان، پناهندن، با درآمد کم دارن زندگی میکنن و به هر حال هدفها و برنامه‌ای برای آینده دارن و بعد فاصله شون هم از هم زیاده شد. یه کسی بهم بگه پیشبینی تو چیه، میگم یه رابطه سطحی خالی. شما اومدید متعهدش کردید، شما میگید ما درباره ازدواج و آینده حرف زدیم. این حرف زدنتون که نشانه آگاهیتون و علاقه و عشقتون به هم دیگه که نیست عزیز. این ناشی از یه آدمی است که زیر فشاری که قرار داره میخواد یه ذره زندگیشو بهبود ببخش. یعنی به یه نفر دیگه میگه با هم همخونه بشیم، که تو اگر 1000 نمیدونم یورو اجاره میده، منم 1000 یورو، حالا میتونیم بریم یه جای بهتری با 1500 بگیریم، با هم هم باشیم، 500 یورو هم صرف جویی کنیم. اسم این مصلحت و منفعته، اسم این که علاقه نیست. به همجاست که دوتا مرد یا دوتا زن هم میتونن با هم هم خونه بشن و چون صلاح هر دوشونه. شما اومدید موضوع رو بیش از حد بزرگ و مهم کردید و چون دست آغاز هم با لغت تند خیانت آمدید، نشون میده که متوجه نیستید که خیانتی در کار نیست. شما ازدواجی نکردید، یه رابطه هم داشتید، شرایط هر دوتاتون هم نامناسبه، طور که یه ناظری مثل من از بیرون متوجه است که این رابطه چقدر سطحی و شکننده و بی‌معنی است و بعدم عملا است. ولی بعد شما یه دفعه با توجه به ویژگی روانیتون به دو چیز تکیه میکنید، یکی اینکه من آدم‌ها رو میشناسم، بعدم عملا ما یه سری حرفایی درباره ازدواج داریم که سر من یعنی هیچ هیچ. بعدم حرفتون این است که من مقصرم، برای که اشاره میکنید هم به ویژگی روانی الانتون یا زمینه افسردگیتون یا به گذشتهتون، اونا رو متوجه هستم، ولی در اینجا تقصیر و گناهی نیست. یه دو تا چیزی هستن که به هم نمیخورن عزیز، دو تا چیزی هستن که ازش چیز خوبی در نمیاد و در نمی اومده. و بعدم الان با یک حرکتی حتی به نظر من از یه دید چه بهتر تموم شده، ولی اگر این وضعیت نبود ای بس شما یکی دو سال دیگه این کش و واکش رو با هم میداشتید، هر دوتا به هم دیگه آسیب میزدید. حالا بعدا حتی بدون خیانت هم اگر تموم میشد، یه آدمی مثل شما همچنان به عنوان یک کسی که خیلی زود میتونه مایوس بشه و ناامید بشه احساس بدی میکردید. یعنی من میخوام به شما بگم حال شما خوب نیست، اینو متوجهم عزیز، ولی موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم نکنید که علت افتادن شما تیری خورد بود که از جانب ایشون به سمت شما نشانه رفت. این تیر بود، ولی شاید ای بسا یه گلوله پلاستیکی بود که شما رو انداخت، ولی زخمتون که نکرده که شما اینقدر این موضوع رو بزرگ و مهم جلوه میدید. حالا برای که پاسختون رو بشنوم نصب کنید و یک کمی هم بتونیم بیشتر گفتگو کنیم، میخوام بهتون بگم ازش چیزی نسازید که گویی یک رابطه مبتنی بر آگاهی و شناخت بوده. بدن حیرت انگیزه که چطور یه همچین خانمی دست به چنین کاری زده. نه، شما به من گفتم گزارشو میدادید بدون بحث خیانت، خدمتتون عرض میکردم رابطه ای نیست و احتمال به هم خوردنش هست. حالا در یه جامعه مانند اروپا، اونم با شمای مهاجر با شرایطی که هستید، معمولا تو زندگی شما پای یه زن، تو زندگی شما پای یه مردم پیدا میشه، ولی اسمشو لغت خیانت رو یه ذره ما برای یه روابطی خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر میدونیم تا هر حادثه ای از این قبیل. بنابراین با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. درود مجدد جناب دکتر. من صحبتاتون رو هم شنیدم هم گوش کردم هم فکر کردم راجع بهشون. سوالی که الان برای من پیش اومده اینه که من خیلی ترس دارم نسبت به این مسئله که اصلا من شاید کالای ازدواج نباشم، چون تو روابطم همیشه به این صورت بوده که تو اول رابطه خیلی انرژیک بودم، خیلی به اصطلاح حالا اون رابطه شاید رابطه نوعی بوده، ولی به مرور زمان که رفتم جلو این رابطه عادی شده، اون انرژی سابقو نداشتم. و اگه واقعا همچین شخصیت من جوریه که واقعا به درد ازدواج نمیخورم. نه نه نه، صبر کنین آخه، ببینید باز شما باز صبر کنین ببینید
شما یه نتیجه گیری میکنید. مجبورم بهتون بگم یه سری حرفا زدید که بیشتر بو میده، بوی این رو میده که شما یه سری اطلاعات دارید ولی پشتش علم نیست. بلکه دو تا قضاوت دیگه هم کردی عزیز. چون ببینید آدم میتونه من بشنوم توی مهمونی که یه آدمی سردرش چجوری معالجه کردی، مقدار اطلاعات میگیرم، ولی من که متخصص این کار نمیشم. یا اگر مشکل سردرد دارم، 100 جلسه رفتم با دکتر و مدتی این ور اون ور بودم و آگاهی پیدا کردم سردردم خوب شد، که من که دکتر نمیشم عزیز. یه موقع بعض درست. وقت اون اظهار نظر رو میکنیم. اصلا شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما یه رابطه ای رو آغاز میکنید، ابتدا توش هیجان دارید، بعدم تموم میشه. این چه ارتباطی به اینکه کالای ازدواج هستم یا نیستم داره؟ شما بازی یه نتیجه میگیرید که کالای ازدواج کسی است که بعد از یه مدتی هم همچنان رابطه به صورت قبلیش بمونه. نه، رابطه میان دو تا انسان مثل گفتگویی که من خواهم داشت با آقای میبودی درباره اش، یه نوزاد عزیز که به این دنیا میاد ولی یه روزی میشه 2 ساله، بعد میشه 12 ساله، بزن میشه 72 ساله، همون موجوده ولی اصلا شکل و فرم قبلی رو نداره که شما انتظار دارید این به همون شکل و فرم باقی بمونه، که من اون هیجان و علاقه ای رو که داشتم باید داشته باشم. شما در آغاز ای بسا این هیجان و علاقه دارید که این آدم چند سالشه یا اسمش چیه یا واقعا ایرانیه یا نیست، ولی بعد از که همه اینا رو دونستید، خب این هیجان اولیه از بین میره دیگه. فردا که باز ازش نمیپرسید چند سالت کجایی هستی. بنابراین شما یه توهم، نه صبر کنین، عین ماجرای خیانتتون شما یه چیزی برای خودتون میسازید و بعدم بلافاصله یه نتیجه میگه من کالای ازدواج نیستم. کالای ازدواج بودن و نبودن رو من میتونم براتون توصیف کنم، ولی اونا تا به حال تو صحبت های شما نبوده که شما اون نتیجه گیری رو میکنید. کالای ازدواج بودن عبارت از این است که من اصلا نمیتونم خارج از خودم به دیگری فکر کنم، حس و احساسی درباره او داشته باشم، خودم رو جای او بگذارم، بیخبر میشم از همه آدمای دوربرم، اهمیت نمیدم. بنابراین یه آدمی آمده از راه دور، خسته، میدونم از بیابان آمده، ولی من حتی به این فکر نمیفتم شاید تشنه باشه. اگر شما یه همچی آدمی هستید کالای ازدواج نیستید، برای اینکه شما آنچنان دل مشغول خودتون میشید که بیخبر از دیگران میشید و اصلا متوجه نیستید که یه آدمی با این همه شرایط یا عرق کرده یا دویده شاید به یه لیوان آب احتیاج داشته باشه. این مسئله کالای احتیاج، ولی اینکه من با یه کسی آشنا میشم در آغاز به دلایلی از ای بس و کنجکاوی و خیلی چیزای دیگه هیجان زده هستم، بعد این هیجانات از بین میره که بایدم از بین بره، اصلا قرار نیست بمونه. بعد اگر شما حرفتون این باشه که من در حالی که این آدم هست مثلا به کسای دیگه توجه میکنم، مهمی که در چه حدی توجه میکنید. توجه اصلا در چه حدی، شما میتونید برید یه اتومبیل بخرید ولی بعدا تو خیابون اگر کسی هستید که به اتومبیل علاقه مندید، ای بسا یه ماشین ببینید براتون جالبه، اصلا میدید این چه ماشینی بود، دنبالش راه بیافتید برید ببینید چی هست. نمیخواد اتومبیل بخرید، تازه میدید اتومبیلی که شما خریدید 10,000 یورو، در حالی که این ماشینی که شما جلوتون رد شد ای بسا اونور 100,000 یورو. پس بنابراین قصد خریدش هم نداریم که بگیم کنجکاوی، ولی دنبالش راه میافتید. چرا؟ برای که به اتومبیل علاقه مندید. این توجه به زنان یا مردان هم باز چیزی رو موجب نمیشه. یعنی میخوام به شما بگم با این سرعت حکم رو صادر نکنید. برای درباره این که من چه مقدار روابطی داشتم، شما سن و سالتون خیلی یه همچی چیزی رو نشون نمیده. برای شما 5 سال اومدید، این دوران هم با توجه به شرایطی که اینجا دارید که غیر عادی، قبل از اونم شما وضعیت خوبی نداشتید که حتی منجر به مهاجرتتون همراه با پناهندگی شده. بنابراین من چرا فکر کنم که شما در شرایط عادی و معمولی قرار داشتید و کاری که همه میکنن رو نکردید، که حالا بخوام برچسب این که شاید من کالای ازدواج نیستم بخوام. شاید باشید شاید نباشید، بحث من اون نیست. بحث من این است که شما با این اطلاعاتی که دارید یا به من میدید همچین نتیجه گیری نمیشه کرد عزیز. یه علتی که من به این نتیجه رسیدم، حالا اینی که شما توضیح دادین این یه ذره من اصلا کلا با توجه به توضیحاتی که دادین نه، میبینم که حالا ممکنه من یه سری ایرادات داشته باشم، ولی اینکه به قول معروف کالای ازدواج باشم یا نباشم اینو باز به قطعیت نمیتونم بگم خدمتتون. ولی یه مسئله ای که خیلی مشهوده توی وجود من اینه که من تو دوران کودکی چون بچه چهارم خانواده هستم از 6 تا بچه، خب شما بهتر میدونید که این وسط ساندویچ شدم به اصطلاح و نادیده گرفته شدن بچه های وسط همیشه مشکلی بوده. و حالا جدای از این مسئله، مادر من خیلی یه خانم کاملا مذهبی هستن و خیلی روی این موضوع
مذهب خیلی به من گیر میدادن از دوران کودکی. شما از دوران 6-7 سالگی در نظر بگیرید تا 10-11-12 سالگی همیشه باید به اصطلاح نمازم رو میخوندم. کلاس قرآن هفته 3 جلسه برگزار میشد، من باید شرکت میکردم. و وقتی که بزرگتر شدم به سن 12-13 سالگی که رسیدم، دیگه اون کشش رو نداشتم، یعنی اینی که بخوام برم نماز بخونم یا قرآن بخونم. و مادر من سر این مسئله خیلی خیلی هم به من خیلی گیر میداد، چند بار تنبیه هم کرد و فکر میکنم که یه خشم نهفته از اون موقع در من ایجاد شده نسبت به زن، جنس زن، و این تأثیر منفیش رو میذاره روی روابط من به مرور زمان. نه مثلا من از اگر از شما یه چنین تا حدودی تجزیه و تحلیل رو بپذیرم که برای جامعه ایران غیر عادی نیست، مثلا اگر در مورد خواهر برادرای دیگه هم اعمال میکردن، شما به اینجا میرسید که من اصولا از این که یک به کاری وادارنم یا به من تحمیل کنند، اون منو وادار به واکنش میکنه، یا این مسئله که اصولا هر نوع کنترلی رو پس میزنم، حتی اگر برم یه جایی به من بگن که اینجا میتونی کار کنی یا زیر نظر این آدم، همینقدر که کسی اسمش رئیسه یا سوپروایزره من باش مسئله پیدا میکنم، اونو میتونم متوجه بشم. ولی اینکه من به خاطر این از با مادر مسئله دارم، ولی این مسئله سبب شده که از جنس زن بدم بیاد، اون درست نیست. ولی اینکه شما من بگید از زنی که نگران باشه، مضطرب باشه و کنترل کننده باشه خوشم نمیاد، اون رو میتونم متوجه بشم. یا اگر فکر میکنید در اثر رابطه یه مقدار بیشتر محدودیت هایی برای شما به وجود میاد، حرف درستیه، ولی این محدودیت ها با خودش امتیازاتی هم داره. یعنی درست است که حالا ما ازدواج مثلا کردیم، تو خونه غذا میخوریم، محدود هم من در گذشته در ما 20 دفعه این ور اون ور یا تو رستوران یا خونه دوستان مهمان میشدم، حالا شده 5 تا، بنابراین خونه غذا رو در خونه میخورم و محدوده. ولی مزایاش سلامتیشه، با همسرتون بودن، هزینه کمترشه، بی خودی به خاطر یه نهار و شام یه ساعت رانندگی نکردنه، همه اینا به دنبال خودش خواهد بود. یعنی میخوام به شما بگم با این سرعت اون نتیجه رو نمیشه گرفت، با اون سرعت میشه یه نتیجه دیگری گرفت که ای بسا با وجودی که شما بدتون میاد از زنی که به شما خودشو بخواد تحمیل کنه یا به دلیل استرابش شما رو کنترل کنه یا اصلا کنترل کننده باشه، خطری که شما رو تهدید میکنه اتفاقا به سمتی همچین زنی جذب بشید. و بعد دقیقا این مشکل دارم آقای دکتر. خب همینجاست که ببینید، من پیشنهادی که توی فکر میکنم حتی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم اینه که اگر فرض بفرمایید شما با مادری یا پدری روبرو هستید که کنترل کننده هستن، تحمیل کننده هستن و به دلیل باورها یا استرابشون در حقیقت شما رو زیر فشار میگذارن، شما با هر دختری که میرید بیرون یه دونه سوال اصلی از خودتون باید بکنید و تمام نیرو و دانشتون به کار برید که آیا این زن کنترل کننده هست یا نه، آیا این زن مضطرب و نگران هست یا نیست. چون اگر هست این خطر شماست، این چاه شماست. چرا؟ برای که مطالعات علمی نشون میده بزرگترین دلیلی که ما با کی ازدواج میکنیم این است که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادر اون رو داره، بدترین رو، به خاطر اینکه به اون عادت کردیم، اون رو به نوعی پذیرفتیم، باش راحتیم، همیشه امید به تغییرش داشتیم، هم اکنون در مقابل ما کسی است که هم به خاطر ما تغییر میکنه، هم در آینده فکر میکنیم میتونیم اون رو تغییر بدیم، ضمناً خشممون رو میتونیم روی او بریزیم. بنابراین حرفتون درسته، ولی این شما رو به عنوان اینکه کارای ازدواج نیستی در نمیاره، به شما داره هشدار میده که فقط برید سراغ یه زنی که مطمئن باشید ابداً ویژگی استراب همراه با کنترل و دخالت و یا تحمیل رو نداره. اگر یه همچین کسی پیدا کردی درسته، ولی اگر رفتید کسی دیدید خیلی خوبه ولی ضمناً اینم داره، باید بدونید اتوان این چاه شماست، این دام شماست، برای که اون قاعده رو میشناسید. دقیقا این مشکل رو داشتم و این مورد آخری هم که توضیح دادم راجبش
دوست دختر سابقم، ایشون هم دقیقا همین شخصیت داشتن، شخصیت کاملا بنابراین پس شما خواننده. حرفی که بهتون زده میشه این نیست که شما کالای ازدواج هستید یا نیستید. گفتم اونو من نمیدونم، ولی یه چیز رو میدونم، شما باید مواظب باشید به دلیل ویژگی روانی مادر که اینچنین سخت و سنگین رو شما اثر گذاشته. یه دختری که همینقدر که شد فرزند اول احتمالا مناسب شما نیست، یعنی همینجا مسئله است. دختری که با استراب و یه مقداری استرس و اینا همراهه دختر مناسبی برای شما نیست، برای که اینا اون چیزایی است که در حقیقت شما به دلیل ویژگی روانیتون به سمتش کشیده و کشانده میشید، ولی بعدا شما رو به ته چاه میاندازه. بنابراین اون هشدار رو به شما میتونه بده ولی عکسش رو نه. و بعدم من و شما وقتی که متوجه میشیم در کودکی آسیب خوردیم، درست مثل یه آدمی که متوجه میشه مثلا بیماری قند داره پس نباید شکر بخوره، نتیجتا من باید مواظب باشم که به دلیل اون آسیب اون رو با خودم نیارم. و بعدا درست مثل یه آدمی که بتونه معالجه کنه خود، چه باید خودم معالجه کنم؟ یعنی من باید بدونم که یه گیری، یه قلابی در من هست که گیر میکنه به آدمایی که به نوعی خودشون رو تحمیل میکنن یا اجازه میدن من بهشون تحمیل کنم. چون این خبر خطرم وجود داره که شما ای بسا بری سراغ دختر خانمی که فرزند هفتم یه خانواده است و بعدا یه کسی است که تو زندگیش به خاطر اینکه سه تا چهار تا برادر قلدر داشته همه کس رو تحمل کرده و پذیرفته. اون آدم هم به شما و شما به این آدم باز میتونید جذب بشید. یعنی شما خطرتون یه دختری است که به دلیل استرابش کنترل کننده است یا دختری است که به خاطر له شدنش حاضر به تحمل و ضعفش. و بنابراین وقتی که شما سراغ او میرید این میتونه برای هر دوی شما دلچسب و دلپذیر باشه، ولی با گذشت زمان شما اون دختر خانم رو خودتون میبینید، برای که به تدریج قسمتی از ویژگی های کنترل کننده و تحمیل کننده مادر در شما هست. 85% ممکنه عکسش یا درستش باشه، ولی یه درصدی هم میمونه که هست. اون موقع است که باز اون رابطه است، بنابراین شما گرفتار میشید. بنابراین شما رابطه ای برای شما مناسبه که نه طرف کنترل کننده باشه نه کسی است که رها کنه خودش رو بگه منو کنترل کن. یعنی یه آدمی که مسئولیت رو در حد مناسب خودش در رابطه تقریبا برابر با شما میپذیره. بنابراین به دلیل اون آسیب که سنگین و شدیده و کاملا پیداست، به اون دلیل شما با هر کسی که روبرو میشید همینقدر که از ظاهرش یا سنش یا شرایطش راضی بودید، یعنی اون کلیت که ای بسا توی یه ساعت میشه فهمید فرد مناسبه یا نیست. دومین مسئله شما اینه که تحمیل کننده و تحمل کننده نباشه. هر کدوم از این دوتا باشه به درد شما نمیخوره، برای که هر دوی اینا دام شماست. بسیار عالی آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار گذاشتید. در خواهش کنم، خوشحال شدم با صحبت کردم. خیلی اطلاعات مفیدی میتونم کسب کنم ازتون. لطف داری عزیزم، مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. سلام، بفرمایید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از اروپا مزاحمتون میشم. بله. 31 سالمه، دو تا بچه دارم، دو تا پسر. پسر بزرگم 16 سالشه و پسر کوچیکم 10 سالشه. من چه مدتی اروپا هستی؟ من تقریبا 8 سال اروپا زندگی میکنم آقای دکتر. همسرتون چند سالشه؟ من جدا شدم از همسر سابقم و سوال من مربوط به زندگی جدید، مهاجرت و سرپرستی بچه هم هستش. شما در 15 سالگی ازدواج کردی؟ بله. 13 سالم بود آقای دکتر، من نامزد شدم، عقد کردم به اجبار خانواده، اجبار پدرم مخصوصا، و 2 سال عقد کرده بودم تقریبا. تو ایران به دنیا آمدم، ایران بزرگ شدم. پسر اولم وقتی که من 15 سالم بود به دنیا آمد. و همون موقع همسرتون چند سال از شما بزرگتر بود؟ 11 سال از من بزرگتر بودن ایشون. و پسر بزرگم 15 سالم بود به دنیا آمدن و پسر کوچیکم تقریبا 6 سال فرقشونه با پسر بزرگم. و
ازدواج اجباری خیلی دوره وحشتناکی توی زندگی من بود. نخواستن، شکاک بودن و ضرب و شتمی که این آقا به من وارد میکرد و تنهایی که من داشتم تو جایی که زندگی میکردم، چون خانواده من وقتی که من ازدواج کردم رفتم، من 15 سالم بود، اینا رفتم به کشور دیگه همشون، من فقط موندم با خانواده همسرم و همسر سابقم. نتونستم ادامه تحصیل بدم، عاشق مدرسه بودم، عاشق درس و کتاب و همه این چیزا. و زمانی که پدرم رفتن از ایران، من پسر کوچیکم و 7 ماه باردار، پسر بزرگم و 7 ماه باردار بودم و نموندم، یعنی حالا یا به خاطر شرط خانوادگی، ما 7 تا بچه بودیم، مشکلات خانواده پدرم خیلی زیاد بود و یه سری مسائل خیلی بزرگ اتفاق افتاده بود برای یکی از برادرام و اینا، مجبور بودن که از ایران برم و من موندم اونجا با تمام نادانی و ناتوانی که داشتم زندگی کردم و تا تقریبا 8 سال پیش انگار که یه دری به روی من باز شد، نمیدونم از کجا، و من تونستم مهاجرت کنم به اروپا تنها با بچه هام. زمانی که من اومدم اروپا من 24 سالم بود. بذاره همسرتون چطور با این کار موافقت کرد؟ به خاطر که این کار قانونی شد، یه جوری من قانونی وارد اروپا شدم و ایشون خب یعنی برنامه اینجوری بود که من بیام و ایشون رو بیارم اروپا و مثلا اینجا زندگی کنیم با هم دیگه. بعدش زمانی که من اومدم اینجا تقریبا 2 سال بود، من اومدم درس خوندم، زبان اینجا رو یاد گرفتم و وارد بازار کار شدم تو همون درسی که خونده بودم، تا تونستم این آقا رو حمایت کنم که بتونم بیارمشون تو اروپا. این کار من انجام دادم بدون اینکه بدونم این آقا در نبود من توی ایران با کسی دیگه توی رابطه بود و این زندگی چه اهمیتی داره. موقت نصب کنید، اون مردی که اونقدر شما را آزار میداد حالا فهمیدی در رابطه بوده و بوده که بوده. دقیقا برای من آقای دکتر اصلا اهمیتی حقیقتش نداشت. روزی که من رسیدم به اروپا، من واقعا یه زندگی دیگه ای رو احساس کردم، تازه به دنیا آمدم. نه اونو متوجه نه بر نگردید، نه سب کنید. آخه شما داشتید یه دری رو باز میکردید که شما آمدید اروپا با دو تا بچه تون، بعد از این مدتی خواستید ایشون رو بیارید، ولی وقتی آوردید متوجه شدید ایشون با کسای دیگه یا کس دیگه بوده. خب بوده که بوده، حالا بعدش چی شد؟ آقای دکتر ایشون رو من آوردم با تمام نارضایتی که داشتم، بازم به اصرار خانواده نادانم که من نمیخواستم واقعا این کارو بکنم به خاطر اینکه من متوجه شده بودم چه اتفاقی افتاده توی زندگی، ولی پدر مادر خیلی نادان داشتم، خیلی من اذیت میکردن از لحاظ روحی و روانی که من باید حتما این کارو بکنم و من مجبور شدم. یعنی شاید بزرگترین اشتباه زندگی من. خب حتما اشتباه بوده عزیز من. ببینید چون بقیه میشنون، شما پدر و مادر ابله نادان خودخواهی دارید، 7 تا بچه میارن و اون برار سرتون میارن، بعد چرا با اصلا اجازه بید وارد زندگیتون بشن، وارد خونتون میشن، تلفن که پلیس گروهشون رو گم کنن برن، چرا تحت تاثیرشون قرار بید؟ نصب کنید تحت تاثیرشون قرار میگید، بعد یه کسی که به قول خودتون یه دری گشوده شده و شما از اونجا نجات پیدا کردید، دوباره اون ورش بیاد اروپا؟ بله. بعدم بگید پدر و مادر نادانی داشتم، شما چرا زیر بار دوتا نادان ابله رفتی؟ چون خودم هم نادان بودم آقای دکتر. خب نه نمیشه. 8 سال گذشت. نه صبر کنید. 8 سال گذشته درس خوندید، کار پیدا کردید. نه چون ببینید عزیز، یه روزی باید اینا رو شکست. چرا اون عرض میکنم؟ پدر و مادری که جنایت کردن در حق بچه هاشون و شما، حالا آمدن باز دارن شما رو زیر فشاری میگذارن که غلط راست و بد، ولی شما همچنان به دلیل اینکه اون پدر و مادر و اون بیماری وابستگی و مهرطلبی فرهنگی رو دارید، گفتید پاشید خیلی خوب پاشو بیارش اینجا که در مرتبه برای جون من و دو تا بچه ها باشه. بله آقای دکتر،
من اگر بتونم ادامه بدم، من زمان که ایشون آورد الان متوجه شدم که ایشون این کارا رو کردن و اینا، تنها کاری که یعنی بزرگترین کاری که در حق خودم کردم این بود که اجازه ندادم این آدم وارد زندگی من بشه و به هیچ عنوان حتی بود روزها و ساعتها پشت در خونه ما میشست میگفت در رو باز کن که من بتونم بیام داخل. و من واقعا مقابله کردم و این آدم رو از زندگی خود انداختم بیرون برای همیشه. یعنی رفتم درخواست طلاق دادم و جدا شدم از این آدم، هم قانونی هم شرعی هم هر جوری که فکر میکردم باید، فقط این آدم از زندگی من بیرون باشه. بسیارم. این کار کردم و زندگیم ادامه پیدا کرد. پسر کوچیکم زمانی که من اومدم 2 سال و 8 ماهش بود آقای دکتر. پسر بزرگم تقریبا 8 سالش بود، تقریبا میشه گفت 8 ساله بود و اینا با من زندگی کردن. از روزی که ما وارد کشور اروپایی شدیم اینا با من زندگی میکردن و تا امروز هم اینا با من زندگی میکنن. ایشون آمد و رفت جدا زندگی کرد و به هیچ عنوان وارد زندگی من دیگه نشد. یعنی حتی برای 1 ساعت هم توی خونه من اجازه رو بهش ندادم که دیگه واقعا تموم شد. Okay. برای من تموم شده بود همه چیز. و آقای دکتر الان مشکل اصلی و اساسی من چون نمیخوام خیلی وارد جزئیات شم که از بحث اصلی بیام بیرون، این بود که من تقریبا 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و این آقا آدم مناسبی بود، یعنی یک شرایطش با من میخوند. فقط مدت مشکلی که داشت این بود که خارج از اروپا زندگی میکرد و در یک کشور آمریکایی زندگی میکنه. این آقا یکی از آشنای خانوادگی ما بود، من رو توی مراسمی توی کشوری که کشور اصلی خودم هستش افغانستان، اونجا منو دید و از خانواده من خواستگاری کرد و ما تقریبا 6 تا 7 ماه با هم دیگه صحبت کردیم برای آشنایی. و چون من خیلی آشنا بودم با یه سری مسائلی که شما راجع به انتخاب و اینا صحبت میکنید راجع به همسر، تقریبا سعی کردم که همه چیزها رو یه جوری با احتیاط برم جلو و به این آقا هم گفتم که من باید اگر این رابطه میخواد قطعی بشه بعد از 6 ماه حتما یه نتیجه داشته باشیم ما. و صحبت کردیم تو این عرض 6 ماهی که ما با هم دیگه آشنا شدیم، این آقا تقریبا 4-5 بار آمد و رفت به کشور ما هم اروپا که هستیم و هم دیگر رو دیدیم. با هم خیلی صحبت کردیم، شاید ساعت ها و شب و روز ها بود با هم دیگه تلفنی صحبت، تصویری صحبت میکردیم. و خب اینا رو متوجه شدم. ایشون چند سالشه؟ ایشون 35 سالشه. خب ازدواج کرده یا نکرده؟ صادق داشته. بعد یه ازدواج خیلی ناموفق، خیلی وحشتناک از ازدواج من. خب و نتیجه ازدواجش هم یه پسر 3 سال است الان. کجا هستن؟ تو همون کشور خودشونه ولی پیش مادر زندگی میکنه. هفته 1 بار برای چند ساعت میتونه بچه‌ش رو ملاقات کنه. این کشوری که ایشون هستن کدوم کشوره؟ کانادا هستش. خب ایشون چی خونده، چه میکنه؟ ایشون بیزنس شخصی خودشونو دارن. درس نخوندن به اون صورت، تحصیلات عالی ندارن مثل خودم که ندارم. ولی از لحاظ کاری آدم موفقی بوده توی شغل خودش. الان سوال اصلی من اینجای آقای دکتر، من خیلی نگران بچه هم هستم. پدرشون، چون ما سرپرستی با هم داریم، من و پدر بچه ها، یعنی سرپرستیم مشترک 50-50. و پسر بزرگم، یعنی یک روز ما جلسه گذاشتیم و من توضیح دادم که من میخوام مهاجرت کنم و از اینجا برم و بچه ها رو میخوام با خودم ببرم. پدرشون برگشت گفت که بچه ها هر چیزی که خودشون بخوان اینا باید تصمیم بگیرن که کجا میخوام زندگی کنم، پیش من یا پیش تو. در صورتی که پدرشون هیچ وقت از اینا مراقبت نکرده که حتی به معنی مثلا 1 ماه 2 ماه مثلا مداوم که اونکاش مهم نیست عزیز. نه ببینید عزیز، سب کنید. نه اونقدر نرید تون هاشیه. الان مسئله الان مطرحه. اولا به نظر میرسه پدر خوشبختانه
سر جنگ رو با شما در این کشور اروپایی نداشته، از این بابت خوشحالم. ولی شما یه پسر 16 ساله دارید که اونه که تعیین کننده است برای خودش، و یه پسر 10 ساله دارید که احتمالاً بدترین سن مهاجرت. یک، بریم سراغ اصل دوم. مسئله این است که احتمالاً کشوری که شما هستید اینا زبانش رو یاد گرفتن و احتمالاً انگلیسی میدونن، ولی اگر بیان کانادا باید انگلیسیشون کمکشون کنه. چند تا بچه های شما انگلیسی میدونن؟ پسر بزرگ من کامل انگلیسی صحبت میکنه، مسلط به زبان انگلیسی و در زبان انگلیسیش در حد اینه که بتونه وارد مستقیم وارد متوجه شده. خیلی خوب. در چون معمولا کشور اروپایی این شما من اول خواستم این مطلبی رو حتما اینجا بیان کنم برای شما، اینکه آشنایی من با شما نجات زندگی من بود. من از کلمه ای که از شما شنیدم فقط یاد گرفتم، تمام راه ها برای من باز و بازتر شد. هر روزی که من بیشتر با شما آشنا شدم، هر روزی که به هر حال ممنونتم عزیز، من پیدا کردم آقای دکتر. نه دختر باهوش و توانایی هستی، اونو کاملا میتونم متوجه بشم، برای که توی چنین شرایط سخت و تلخی تونستی به هر حال زندگی رو حداقل برای بچه ها تا حدودی شیرین کنی. بیا از اون بیا بیرون. الان ماجرای این آقا مطرح است و ماجرای مهاجرت شما به کانادا. بله. بنابراین الان همسرتون هم قانونا میتونن مانع شما بشن با وجودی که جدا شدید. دقیقاً الان بحث ما همینه. روزی که ما با هم دیگه صحبت کردیم، خانوادگی یعنی من اکسم و بچه‌ها، ایشون گفتن که باید بچه ها خودشون تصمیم بگیرن و من گفتم این کار اشتباهه، به خاطر اینکه پسر کوچیک من توانایی این تصمیم رو نداره، یعنی بخواد قادر به این نیست که بخواد همچین تصمیم بزرگی توی زندگی خودش. نه اون حرفتون برای فرزند 10 سالتون درسته، ولی برای 16 ساله نه. حالا چون اون دوتا رو مصلحت شما دوتاست جان. بله ایشون ازدواج قبلا توی شهری که ما بودیم بودن، ایشون الان ازدواج کردن، از شهر ما رفتن به شهری که 4 یا 5 ساعت از ما دورن و در یه خانواده با یه خانم ازدواج کردن که 2 تا دختر داره. دختراش هم یکیش بزرگم 24 سالشه و کوچیکم تقریبا شاید 12 یا 13 سالش بشه. چیزی حالا که اون همسر ایرانیه یا غیر ایرانی؟ نه غیر، همون همسر همون افغانستانه. من خودم از افغانستانم. نه متوجه هستم، یعنی افغان هست اونم؟ بله افغان هست. بله بسیار دقیقا آقای دکتر. الان موضوع اصلی اینجاست که این خانم با این آقا به توافق رسیدن که ما پسر بزرگ رو نمیخوایم و پسر کوچیک رو میخوایم، به خاطر شرایط خانوادگی خودشون که دختر دارن، چیزی که من فهمیدم و میدونم هم این صحت داره، ولی مطمئنم که این موضوع حقیقت اونا مهم نیستن. پسر 16 سالتون چی میخواد؟ توی جمعی که ما نشسته بودیم به پدرش گفت که من مادرم انتخاب میکنم و هر جایی که مادرم باشه من میخوام همونجا باشم. و تو اون صحنه پسر کوچیک من انگار یک جوری احساس کرد که پدرش تنهاست و سریع گفت که من هر جایی که بابام باشه میخوام همونجا پیش پدرم باشم. نه متوجه هستم. بله و سریع جانب پدرش رو گرفت و من هیچ اکثر من نشون ندادم، فقط گفتم که به پسر کوچیکم گفتم که تو شرایطی نیستی که بخوای همچین تصمیم بزرگ. حالا اون که اینا رو متوجه نیست. ببینید عزیز، بله شما صبر کنید، این آقا الان کاناداست درسته؟ بله. زمین یه پسر 3 ساله داره. بله. شوهر چی؟ شوهرم بله کانادا و یه پسر 3 ساله داره که پیش مادرش همیشه زندگی میکنه. شما ازدواج کردید؟ بله آقای دکتر. چه مدتی است ازدواج کردید؟ تقریبا 1 ساله که من بعد از 7 یا 8 ماه که با ایشون آشنا شدیم، ما یعنی برنامه ما یه جوری شد که دیگه ما تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم با هم. خب پسرتون برخوردش با این آقا چطوره؟ خیلی نرمال، مثل یک دوست تقریبا. خیلی آیا فکر باید پسر شما حاضره پاشه بیاد کانادا، بیاد توی خونه که به جای پدرش یه مرد دیگری شوهر شما باشه؟
کدوم پسرم آقای دکتر میشه؟ پسر 16 ساله؟ بله، ما اومدیم با هم ماهایی بوده که ما تو کانادا زندگی کردیم کنار هم دیگه، هم آقایم برای مسافرت. ما چند حالا بنابراین سب کنید، پسرشون سب کنید، پسر الان پسر 16 ساله تون رو خط بود، من بهش میگفتم میخوای بمونی اروپا یا میخوای بمونی در کانادا، به من چی میگو؟ میشه من بذارمش رو خط؟ نه، برای که چند دقیقه بیشتر وقت نیست. بله، ایشون صحبت کردن که میاد و به پدرش گفته من میرم و پدرش اومده نامه ای که اداره مهاجرت کانادا برای پسر بزرگ من میخواست و پدرش امضا کرده که این آقا اجازه داره با مادرش مهاجرت کنه به کانادا. و این کار تموم شد. یعنی بنابراین مشکل شما پسر 10 سالتونه. من الان مشکل اصلی پسر کوچیکمه. بنابراین شما که نمیتونید بذارید. من ازتون یه خواهش فقط دارم. یعنی من امروز فقط عاجزانه کمک میخوام ازتون و میخوام بهترین رو برای بچه‌م، هر چیزی که صلاحش هست اونو براش انجام بدم. شما نمیتونید پسر 10 سالتون رو بدید به پدرش که بره با اون خانم که ازدواج کرده زندگی کنه. من نباید این کار کنم، درسته؟ نه، 100% مرتب. شما دو تا گزینه بیشتر ندارید. یکی اینکه پسر 10 سالتون با شما و پسر 16 سالتون بیاد کانادا. دومی که شما یکی دو سالی صبر کنید، پسرتون هم دیپلمشو بگیره، بعدم بیاد کانادا. تا به تدریج رابطه اون آقا با اومده رفتش با پسر کوچکتون بهتر بشه. و مهم نیست الان نظر پسر کوچکتون، من حرفتون رو باش موافقم که او نمیتونه واقع بینانه نظری داشته باشه، ولی گزیده های شما درست نیست. مگر اینکه پسر 10 سالتون با گفتگویی که با پدر خودش و شوهر شما میکنه و با برادرش راضی باشه، اونم با توجه به شرایطی که الان به خاطر کرونا هست، گرچه اگر شما سوئدید موضوعی کمی فرق میکنه، که بیاد کنن. اگر پدرش بخواد، پسر 10 سالتونم بخواد، شما میاد کانادا. اگر نه صبر میکنید. اما اینکه شما پسر بزرگتون رو بردارید و بیاد کانادا و پسر کوچکتون رو در 10 سالگی بگذارید با پدرش که پدر نبوده و پدرش نبوده، توی خونه ای که ایشون رفته ازدواج کرده با دو تا دختر و اونجا بخواد زندگی کنه، احتمال داره پسرتون رو از دست بدید. اینی که شما فقط دو گزینه ای که دارید اینه که یا همه با هم بیاد کانادا، یعنی شما و دو تا پسرتون، یا فقط یکی دو سالی صبر کنید، یا 6 ماه، 2 ماه، شاید بعد از 2 ماه همسر سابقتون و پسر کوچکتون اونا هم موافق باشن با اینکه بیاد کانادا و بیاد کانادا. آقای دیگه شما یه چیز دیگه، مطلبی دیگه هم گفتین که یا اینکه من صبر کنم پسر بزرگم دیپلمشو بگیره بعد بیام. منظورتون از اینجا چی بود؟ چون من یک موضوع مهمو بعد الان اینجا بگم بهتون، اینکه پدر ایشون با من لج کرده و به هیچ عنوان امضا نمیکنه و من از لحاظ قانونی پیگرد قانونی کردم به خاطر اینکه یک سال صبر کردم که آقا با من همکاری کنه و ای آقا همکاری نکرد. خواهش کردم ازش. خب آخه این کارشکنی رو پسر 10 سالتون بعدن میکنه. شما برای پسر 16 ساله شاید یه زمینه حقوقی داشته باشید که رضایت پدرش لازم نباشه، شاید، نمیدونم، ولی برای 10 ساله که نمیتونید عزیز. بله آقای توی دقیقاً کار پسر بزرگم تموم شده چون اون کاغذ امضا شده و هیچ کار دیگه این آقا نمیتونه براش بکنه. بنابراین من اگر شما به من میگفتید، میگفتم شما و همسرتون یه کاری بکنید که پدرش راضی بشه که پسر 10 ساله بیاد و اون وقت کمی هم عدم رضایت پسر 10 سالتون برای اومدن اونقدر مهم نبود. ببینید عزیز، مهمترین مسئله حتی تو مهاجرت الان نیست، لطفا دقت کنید، مهمترین مسئله این است که پسر 10 ساله شما اون مرد رو بپذیرید، چون همه رضایت و نارضایتیش مربوط به ماندن یا رفتن رو با 2-3 ماه و رعایت اصولی میشه حل کرد. یعنی فرض کنید پسر 10 ساله شما ناراضی باشه و نخواهد بیاد کانادا بعد از یکی 2 ماه،
مواظبت و مراقبت به درستی از او نظرش عوض کنی. پس مشکل ما اون نیست. مشکل ما دو چیزه. یک، پسر 10 ساله شما اون مرد رو بپذیره. دو، پدرش مخالفتی نکنه برای بردن پسرش با خودتون که به کانادا بیاید. آقای دکتر، من بعد اینجا حتما این مطلبم بگم بهتون که من وکیل گرفتم، با وکیلم صحبت کردم و درخواست سرپرستی یعنی ثابت گرفتم برای دوتا سرپرستی کامل بله گرفتم، درخواست دادم و با توجه به شرایطی که من توی این کشور سوئد دارم، چون من والدینی بودم که نگهداری دائم کردم از بچه. نه متوجهم، استدلالاتون رو میفهمم عزیز. به همین جاست که من میگم سب کنید. گیر شما دو چیزه، یکی خود پسر 10 سالتونه، یکی پدرشه که شما از در قانونی شاید پدر رو بتونید از صحنه خارج کنید، شاید، اونو نمیدونم. اون چیزی که غلطه اینه که شما پسر 10 ساله رو بذارید و با پسر بزرگتون بیاد کار. اون که اپنش نبود. پس ما دو تا گزینه داریم همونطور که گفتم، یا هر سه شما با هم برید کانادا یا کمی صبر کنید بعدن برید کانادا. حالا این بعدن برمیگرده به اینکه شما از نظر قانونی موانع رو رفع کنید و یا پدرشون رو راضی کنید که به خروجشون، خروج بچه‌ها و به ویژه اون پسر کوچکتون موافقت کنه و اجازه بده. حالا من یه سوال از شما داشتم. یه پسر کوچیکم، آیا استدلالایی که این بچه میاده برای من چقدرش اصلا مهم نیست، قابل اعتماده؟ نه، شما به عرض من توجه نکرد. صبر کنید عزیزم، چون 2 دقیقه وقت بیشتر نیست. یک دفعه دیگه تکرار میکنم، پسر کوچک شما عقیده و نظرش با رفتار درست شما در کانادا ظرف 2 ماه جنبه بد و منفیش میتونه خونسا بشه. پس من حرفتون رو میپذیرم، اما اشکال کار یک جنبه قانونیه که اگر اونو بتونید حل کنید پس اونجا مشکل. اما پذیرش این که پسر 10 ساله شما با شوهرتون به لج و لجبازی نیفته مهمه. دقیقا این مشکل رو ما حل کردیم آقای دکتر. ما کریسمسی که گذاشت. نه توضیح نده عزیزم. ببین متاسفانه من 1 دقیقه وقت دارم. نه توضیح نمیخوام. من میخوام شما فقط بدونید مسائل شما کجاست. بچه رو نمیتونید بذارید 10 ساله رو برید شما بنابراین یا باید. به من میگید پسر 10 ساله من مخالف کاناداست، بیاین مخالف کاناداست، من نگران چیزم. مخالف شوهر شماست، اون یه مسئله است. مخالف کاناداست آقای دکتر، بنابراین اون اونقدر اهمیت نه. پسرم میگه من متعلق به سوئدم، من خودم به سوئدی. خب معلوم سوئدیه. بله و بنابراین فقط 2 ماه کافیز بیاد اونجا. شما کافیز یه پسر 10 ساله رو، چون اگر انگلیسیشو بهتر کنید توی این مدت، کافیز که محیط اطرافش رو برای مدت 2 ماه به بهترین صورت ممکن در بیاری در کانادا، بعد از 2 ماه میگه خوشحالم که اومدم کانادا. اون مسئله من نیست. بنابراین مخالفت او مسئله ساز نیست، مخالفتش با شوهرتون مسئله است. رابطه رو شما هر جوری ممکنه بهتر کنید، موافقت پدرش رو هم بگیرید، اگر نه از نظر قانونی اقدام کنید. بنابراین امیدوارم موفق بشید. فکر کنم همینقدر که کار بد و غلط رو نکنید، بقیهش فقط احتمالا احتیاج به زمان داره. اگر بعدا مسئله بود لطف کنید تلفن کنید در این باره با هم صحبت کنید. متاسفانه من مجبورم خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون. ممنون از لطف و محبتتون. خواهش می‌کنم عزیز. تمام. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.